خب من نمیخوام این شکلی بشه، من میخوام اولا این باره رو خودم بسازم. پس اولا میام چیکار میکنم؟ این کد رو فعلا اینجا داشته باشین، هیچ کارش نداریم، نمیخوام از این استفاده کنم، میخوام بیام داخلش و هر کی گفت سه تا دیو بذارم. خب میام میرم تو CSS هم خودم میخوام درست کنم، چرا بیام از فونت آسم استفاده کنم؟ میام اینجا برمیگردم میگم دیو و ویت ست مثلا 80% پدرت، هیت یه پیکسل، بکگراند کالرت بلک. بریم اینو چی در اومد؟ بکگراند کالرت وایت. حالا چی در اومد؟ اونو هاشش میکنمش 2 پیکسل، خیلی هم تمیز شد. برمیگردم یا مارجینت 0 اوتو، درسته؟ به این صورت. حالا به جای 0 اوتو برمیگردم میگم 5 پیکسل اوتو. من قشنگ سه تاشو از هم یه فاصله گرفتم. اوکی. خب حالا این هیتش چقدره؟ 2. خوبه. 80% زیاده. اینو باید بکنیم 70% برسه. بازم کمترم بشه خوبه. 50 کم 60. خب حالا اگه من بیام اینجا برگردم بگم line height 40 تا، چه اتفاقی میفته؟ line heightش رو 40 تا دادم، ببخشید. اصلا line height رو 40 تا داده بودم. این بچه ها هم که اینجا هستند الان اومدند و width 60% و height رو هم دادیم. خب دیسپلیش رو عوض بکنیم. پدینگ هم میشه، نمیخوام پدینگ بدم. چجوری اینو بکشمش؟ 5 پیکسلم زیاده، میکنمش 3 تا. نه میخوام بیارمش پایین. پوزیشن یکی از راست. یکی دیگه اگه گفتین چیه؟ یه دونه اصلا میخواستم یه دیو دیگه درست کنم، یه دیو بسازم بنازمش توی دیوه، دیوه رو بکشمش پایین با پوزیشن اینا. ولی یه راه راحت‌تر، دیسپلی رو مگه ما بلاک نکردیم؟ به قول گفتنی بکنیمش فلکس. فلکس نه فلو نمیخوام بدم. فلکس دایرکشن بدیم، بگیم که کالم، کالم نم که هست نه دیگه، تکست جاستیفای رو بدیم. تکست ببخشید جاستیفای کانتنت، جاستیفای کانتنت دوستان یادشونه دیگه. سنتر یه دونم الاین آیتم هم گزینه سنتر رو بدیم. خب خیلی زیبا شدن. چی؟ آره روه ببخش، آخ آخ نه روه ببخش، دایرکشن هم باید کالم رو بدیم به این شکل. خب با همین ترفند ساده اومدیم فلکس دایرکشن رو دادم کالم، جاستیفای کانتنت رو کردم سنتر، الاین آیتم، البته الاین کانتنت هم میتونستی سنتر بدید، الاین آیتم هم دادم سنتر، دیگه خودتون یادتونه کانتنت آیتم چیکار میکنه. این هم 60% 2 پیکسل وایت اسموک و 3 پیکسل هم دو تا. خیلی قشنگ تر شد تو اینکه من برم از فونت آسم استفاده بکنم. حالا میخوام روی اینکه کلیک کرد زب در بشه، یکیشون وسطی هست بشه، بشه زب در. بگید بنویسم. همکاری، همکاری دیگه، همکاری. برمیگردیم میگیم که سکشن کلاس منو کلیک که شدی اولا بیا یه آلرت به ما بده بنویس. اوکی میزنی، ایشون اینجا تشریف آوردن. البته میتونستیم یه کار دیگه هم بکنیم، برگردیم به منو، برگردیم میگیم که کرسرت پوینتر هم باشه. اینا رو دیگه نکات ها میزنیم. پاکش کردم، خوب شو گفتیم، 2 ساعت میخواستم. خب حالا میخوام برگردم بگم چی؟ برگردم بگم که ببین جیکوئری تو یه سکشنی داری به نام منو، یه بچه‌ای داره به نام دیو، درسته؟ خب برگردم بگم که دیو
چه اتفاقی بیفته؟ روتیت دیگه، روتیت بزن. بعد اینجا برگردی بگی که NTH of type اولی، بعد بینویسی دان دیگه، اینجا هم دیگه خیلی ساده نیست. NTH of type اولی بیا و تو CSSت بیا و بگو مثلا transform بیاد روتیت مثلا 45 دیک و یه ترانزیشنی هم بگیر اینجا، بنویسیم ترانزیشن آله مثلا 300 میلی ثانیه لینیر، بریم ببینیم چی در میاد. لینیر هم کاملا اشتباس و بریم اینجا. اوکی خب من اینکه که بعد روتیت بزنه. آقا من یه کاری هم بکنم اینجا، این دیس این رو دیس پوزیشنش هم ریلیتیو بدم و اینا رو هم پوزیشناشون رو ابسولوت بدم، اینو داشته باشی تو ذهن. خب و الان اتفاق کجاست میفته؟ و الان دیگه عملا شما فلکس نمیتونید استفاده، از همون راه اول هم بعد میرفتم فلکس دیگه ندیم بشون. خب و اینجا هم پوزیشن ابسولوت دادیم، الان همشون افتادن رو هم دیگه، بعد چیکار کنیم به نظرتون؟ بیایم بگیم انتیج آف تایپ اولی. خب دیگه قشنگ دونه دونه بشینید حساب دومی بعد بنویسیم دیگه، زمان بره. سومی و جان نه بزن بریم اینو بعد بنویسیم چون پلاگینش نیست، بعد بنویسیمش. برگردیم بگیم که خب این پوزیشنش رو ابسولوته، برگردیم بگیم که لفت کلک 50 درصد منهای 30 درصد، درسته؟ خب این اومد الان اونجا و بزن استثنا، من این رنگش رو میدم چند مثلا کریمسون. خب ببینین اینجاست، تاپش رو هم یه سمیکالن میذارم در حد 10 پیکسل. خب این اومد کنده شد اومد اینجا، من الان فهمیدم این کجاست. خب وایت اسموک خوبه دیگه هیتش. حالا میاد اینجا برای ایشون هم دیگه مارجین صفر و تو اینا نداره، برای این هم قرارش میدیم اینو میکنم مثلا 15 پیکسل بیشترش 20 خیلی شد، همون 15 تا فکر کنم از همه چه قشنگ باشه. و یکی هم مثلا 20 باشه. خب خوبه دیگه. از فلکس میخوام استفاده بکنیم چون میخوام بیام پیداش بکنم، اینجا مقدار دادن اینجا خیلی سختم میکنه، اذیتم میکنه. برمیگردم میگم که خب روتیتت 45 درجه شد، حالا بیام اینجا بزنیم ببینیم روتیتش 45 درجه میشه چه شکلی میشه. خب این اینجا چرخید، اینا الان باید بیارمش وسط دیگه، بیارمش وسط. خب تاپش رو باید بیارم وسط، برمیگردم میگم تاپ چند کلک 50 درصد منهای 2 پیکسل میشد 1 پیکسل. اگه نگاه کنید هیتشون 2 پیکسله، میبینید اومدش اینجا وسط بایست. خب دومی چی؟ دومی رو چیکار کنیم؟ دومی رو لطفاً بیاد آب خوردن از چی استفاده کن؟ فید آوت 300 میلی ثانی با هم دیگه اتفاق بیفته. خب نه دیگه 300 بنویس میلی ثانیه نه. بعد سومی چی؟ دلار سیکشن منو دیو NTH of type 3 دات CSS و بیام اینجا این رو کپی کنیم برای یک.
این بشه منهای 45 درجه دیگه، این اینوری به چرخ، اینوری به چرخ. بیا ببینیم چی در میاد. خوبه میزنم. ببین راه همین جوری ها، ساختنش به همین سادگی. اوکی. نه این کلیک کردم اینجا بارد بروزر من. خب اینو یه کاری کنیم، بیاریم از داره پایین تر و از داره اینو بکنیم 15، اینو بکنیم 20، اینو بکنیم 25. خوبه میزنیم به این شکل. تازه رنگش هم میتونست عوض کنیم. رنگش رو چیکار کنم؟ کالر باریکلا دیگه بچه ها همه عادت من رو میدونن چی. کریم سون انصافا رنگ بسیار قشنگه. حالا دوستانی که اهل رنگ هستن میدونن چی. و میبینید که هیچ تغییر نکرد. چرا؟ چون کالر نبود، گران کالر. بچه های کریمسون کار حواسشون نبودش. بکگراند کالر به این شکل. تازه میتونستیم اینم رنگش هم برگردونیم، سیاه هم یه رنگ دیگه بکنم. آره برگردیم اینجا، برگردیم چی بگیم؟ برگردیم بگیم دلار. ببین چقدر ساده است جیکوئری. دلار CSS دلار دیس به کی خود اشاره میکنه؟ به اون منوه. بگو بکگراند کالر چی؟ مثلا رنگ دوست داشتنی لیم. عالیه. یعنی این منو در حد شما میتونید $10 بفروشینش. زیبا زیبا و حال به هم زن. و باکس شادو، یه باکس شادو بدم خیلی داغون بود. این ست 5 پیکسل 25 پیکسل بلک. بچه‌ها دیگه همه عادتای منو میشناسن. خوبه میام اینجا، خیلی بهتر شد. خب الان میخوام چیکار کنم؟ ایشون تشریف بیارم تو صفحه. خب بعد چیکار بکنیم؟ خطی بیاید جلو دیگه، خطی بنویسید. بعد از اینکه اتفاقات افتاد برمیگردیم میگه که کیه اینجا؟ این منو رایت. برمیگردیم میگه چی؟ سیکشن کلاس منو رایت دات سی اس اس. بگید رایتش رو بکن صفر و ترانزیشنش هم همین. خب میایم اینجا و ترانزیشنش هم قرار میدیم. میزنید تشریف میاره. خب میتونم اینجا براش یه دونه دکمه تعریف بکنم. زبدره بزنیم برگرده به حالت قبلش. خب میایم اینجا از همون فلگی که قبلا تعریف کرده بودیم استفاده میکنیم. میگیم if اگر فلگ مساوی بود با true بیاد این اتفاق میفته. اگر السش بشه چی؟ کو؟ آها فلگ رو فالس کنیم. حالا چی؟ فلگ رو true کنیم. خب فقط اینجا من این رو بیام بکنم منهای 100%. خب اینم اینجا، اینم بشه اینجا مقدارش درسته، فلگ فالسه. فقط یه چیزی، این باید برگرده به حالت عادیش بشه چی؟ صفر. نمیخواد بشه همون دک و کلک منو یک پیکسل. اوکی این بذارم اینجا باشه. خب دیگه دارم همین کار میکنم. اینم بیا چی؟ آره تاپش باید بشه 15. آره تاپمون 15 پیکسل بود. آره دیگه سی اس اس اینجا تاپش بشه 15 دیگه. آره کریمسون هم بشه همون وایت. وایت بود وایت اسموک. یه کنترل سی میزنید و وایت بشه وایت اسموک. و اینا هم که دیگه همه چیزای عادی خودمونه. خب اینجا چی؟ برای یکی هم، برای دومی هم همین مسیر رو میریم. البته روتیت که نداره اون بنده خدا،
اون روتیتش باید صفر بشه، تاپش بشه نه دیگه بشه 20 20 سومی بشه صفر دوباره و اینم بشه 25. آره خدای من اینو فید اوت کرده بودم، فید این بچه فید این چیه بعدا در مورد صحبت. 300 ببینید فید اوت دیسپلیش نانه، فید فید این میشه دیسپلیش بلاک. خب پس نمیدونید چیه، باشه در موردش بعدا صحبت میکنم. فعلا فید اوت رو یاد گرفتید، فهمیدید که یه عنصر رو میاد دیسپلیش رو نان میکنه، فید این هم میاد دیسپلی همونی که نان کردید بلاک میکنه. حالا بعدا در مورد صحبت میکنم. این میشه 25 پیکسل روتیت و اینم که بک‌گراندش لیم گذاشتم فکر کنم بلک بود درسته؟ آه وایت سموک، یا خدا وایت سموکی و باکس شده هم که نه دیگه نان بدید فکر کنم نان اوکی باشه. بریم اینو کار میکنی یا نه؟ حالا بس من نمیدونم کار میکنی یا نه. میزنم میاد میزنم به این شکل اوکی. یه پلاگین نوشت، یه پلاگین رو نوشتیم، قسمت اعظمش CSS، یعنی اصلا حتی اینجا هم من چی نوشتم؟ CSS نوشتم، یعنی اصلا شما jQuery هم می‌نویسید CSS دارید می‌نویسید. حالا درسته اینجا میاد jQuery میاد جاوا اسکریپت میشه، ولی خب بیشتر قسمت اعظم پروژه من اومد چی شد؟ به این صورت شد. شما الان منوی همبرگری رو نوشتی و به این صورت هم تونستی بیای تو صفحه بیاری. حالا میتونید معکوس بذارید یا بگید از بالا بیاد پایین، همه اینا میشه. مقادیر مدل های دیگه یه منوی همبرگری باشه جلسه بعد.